اولین سفر رئیس جمهوری جدید ایران به نیویورک در حالی صورت می‌گیرد که این بار برخلاف سال‌های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و سفرهای هر سالش به نیویورک، سخن از تعامل و گفتگو با غرب مطرح است. آقای روحانی امروز پیش از ترک تهران گفته است که مسیر تحریم‌های بین‌المللی غیرقانونی است. مسیر تحریم یک مسیر غیرقانونی، غیر قابل قبول و مسیری است که اونها رو به اهدافشون نمیرسانه و به جای اتخاذ چنین مسیرهایی باید مسیر تعامل، گفتگو و مفاهمه رو در پیش بگیرن. رهبر جمهوری اسلامی در ملاقاتی با حسن روحانی که جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده، پیش از سفر آقای روحانی به نیویورک برای او آرزوی موفقیت کرده است. بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه، عیبی نداره. در روزهای گذشته این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی و تأکید حسن روحانی بر این موضوع که در مذاکرات انرژی هسته‌ای اختیار تام خواهد داشت، فضای جدیدی را در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 حاکم کرده. یک مقام نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران امروز به خبرگزاری مهر گفته که فضای مذاکرات به طور کلی تغییر پیدا کرده و نتیجه بازی برد برد خواهد بود. رابطه با آمریکا نیز از مهمترین مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سالهای پس از انقلاب سال 57 بوده. تغییر لحن آشکار مقامات ایران و آمریکا، نامه‌نگاری‌های متقابل رؤسای جمهور این دو کشور و احتمال دیدار آنها در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اگرچه هر دو طرف گفتند که برنامه مشخصی برای این دیدار وجود ندارد، از مهمترین بخش‌های سفر آقای روحانی به آمریکا و شکستن تابوی 35 سال است. در موضوع هسته‌ای با خانم اشتون ملاقات خواهم کرد و در اون ملاقات بررسی میکنیم که چگونه میشه روند مذاکرات هسته‌ای رو انشالله به پیش برد. جدا از این ملاقات، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار است که امروز ملاقاتی با وزرای خارجه 10 کشور جهان از جمله بریتانیا، استرالیا، ترکیه و ژاپن هم داشته باشد. در جریان سفر حسن روحانی و هیئت همراه به نیویورک، برنامه دیدار او با دبیر کل سازمان ملل متحد و رهبران 8 کشور جهان، سخنرانی روز سه‌شنبه رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، دیدار با گروهی از ایرانیان ساکن آمریکا و گفتگو با چند رسانه آمریکایی هم گنجانده شده است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.